ریال مادرید به چه چیز نیاز دارد؟ نیمار یا پوگبا؟ سلام و وقت بخیر. مهمترین سوال این است: ریال مادرید به نیمار برای قدرت بیشتر در خط حمله نیاز دارد یا به یک هافبک مثل پاول پوگبا؟ با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. ریال مادرید پس از برتری در هفته نخست لالیگای اسپانیا، در دومین هفته که در اولین بازی خانگیشون به میدان رفتن، به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 برابر وایادولید نرسیدند. این بازی باعث شد تا سوالهای جدید در پیرامون تیم زینتین زیدان مطرح شود، تیمی که مشخص است هنوز مشکلات در ترکیبش دارد. مهمترین سوال این است: ریال مادرید به نیمار برای قدرت بیشتر در خط حمله نیاز دارد یا به یک هافبک مثل پاول پوگبا؟ در واقع به نظر می رسد کریم بنزما در خط حمله ریالی ها تنهاست و نمی تواند خودش همه کار را انجام بدهد. در چند نوبت در نیمه اول بازی برابر وایادولید مجبور شد نوک حمله پیکان خط حمله را رها کند تا عقب برگردد و به داد همتیمی هایش برسد. در این بین هیچ مهاجم نوک دیگری که زیدان اعتماد داشته باشد تا او را با بنزما بازی بدهد وجود ندارد. ریال مادرید لوکایوویچ را خریداری کرده، اما این مهاجم سربستانی آنقدر آماده نیست که انتظار می رود. این همان دلیل است که نام پوگبا مطرح می شود. در واقع نیمار که نامش در حوالی کهکشانی ها مطرح شده بازیکن خوب است که تکنیک و توانایی دارد و در صورت می تواند آن را به کار بگیرد، اما با حضور ایدن هازارد در ترکیب ریال مادرید این نقیصه برطرف خواهد شد. شاید فعلا خلاقیتی که کمتر در خط حمله ریال می بینیم به دلیل غیبت ستاره جدید بلژیکیشان باشد. ریالی ها خواهان نیمار هستند، اما به نظر می رسد بیشتر نیاز به پاول پوگبا داشته باشند. بازیکنی که از ریال دور شده، اما با سرعت و تصمیم گیری اش و خلاقیتی که دارد در خط میانی بیشتر به کمک زیدان می آید، چیزی که خود زیزو هم میدانست و به همین دلیل چند بار از ستاره تیم ملی کشورش تمجید کرد. جالب بود بعد از اختلافاتی که زیدان با گرت بیل داشت و همچنین نخواستن خامس رودریگز، راضی شد آنها را به ترکیب تیمش اضافه کند. برابر وایادولید ونگر راست و چپ ریال بیل و خامس بودند، اتفاقی که باعث شد هواداران ریال بیش از بازی اولی که بیل در ترکیب اصلی بود متعجب شوند. شاید اصرار این دو بازیکن در تمرینات و انگیزشان برای بازگشت به ترکیب ریال زیدان را راضی کرده که آنها را به ترکیب تیمش اضافه کند. با این حال حضور بیل و خامس برابر وایادولید هم کارساز نبود. تیم سرعت نداشت و زیدان مجبور شد با تعویض‌های شرایط را تغییر دهد. در واقع شاید بهتر بود به جای این که اسکو در خط میانی باشد و خامس وینگر تیم، جای این دو بازیکن تغییر میکرد. اما پیش از این که یک ساعت از زمان بازی بگذرد، وینیسیوس جای خامس را در ترکیب تیم گرفت. در هر صورت یک هفته به پایان نقل و انتقالات تابستانی باقی مانده و هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد. در حالی که هنوز خیلی ها نمیدانند ریال به صورت و تکنیک نیمار بیشتر نیاز دارد یا با هوش و خلاقیت پوگبا. تشکر از همراهیتان، تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.